سلام دوست عزیز به چنل ما خوش آمدین امروز ترز دهی قتلمه که بهت عالی و خوشمزه است برتون نشان میدم ببینید چقدر لایش مقبول و خوبش آمده و شما میتونید و بسیار آسانی و طریقی که ما برتون میگم بدون جنجال رو درست کنین مواد لازم از زیاد ضرورت نیست مواد لازمش صرف 700 گرم آرد است که تقریبا چور نیم میشه و آب 150 میلی لیتر شیر 150 میلی لیتر کردوشت کمتر از دو پیاله میشه مسکه 200 گرم یا 150 گرم ما ضرورت داریم تخم یک یا دو عدد مایه یک قاشق غذا خوری نمک نیم قاشق بوره سه قاشق روغن چهار قاشق هیلو هیلو پسته نظر به ضرورت و همچنان پودر بوره بر روش ما کار داریم پسان و روغن بر سرخ کرده مقدار مسکه نظر به که چقدر شما استفاده میکنین 150 یا 200 گرم استفاده کنید آب شیر گرم همراه خمیر یک قاشق بوره مخلوط کنید و رو بر 5 دقیقه بگذارین و در کاسه که آرد لاوه شده به او شما روغن بوره نمک خمیر مایه خمیر تخمه که مخلوط کردین همش اضافه میکنیم و ایره خمیره که خوبش جور میکنیم خمیره اول امرای قاشق شور میدین و بعد این خمیره برای میز قال بدین و در روی میز بر مدت 5 تا 6 دقیقه خمیر کنین خمیر به حد خوبش میایه و روی میز حتما خمیره شما جور کنین ببینین چقدر یه خمیر صاف و نرم از این جور میشه و او رو در نظر بگذارین روی ظرفه بپوشانین و بگذارین بر مدت یک ساعت برسه بعد یک خمیر رسید ما او زغاله های کوچک میکنیم و او رزقاله ها را میگذاریم بر مدت سه تا پنج دقیقه تا زغاله ها یا مزغاله های خمیر یا کلوله های خمیر استراحت کنه و بعد که استراحت کرد دور امرای آشگاز ما او را میکنیم کم کم آرد استفاده کنیم در بینش و خاطر از اینکه نچسب همه زغاله ها را که تقریبا دایل یا زدنش میشه شما او را همشه هموار کنین و بگذارین و باز او را به یک بشقاب یا یک ظرف یا پنوس هر چی که دارین شما او اولا... انتقال بدین و روش امرای مسکت بزنین و یکی بالای دیگه رو بگذارین و به می رقم شما رو اندازیش کلان نگیرین و می اندازی یک بشقابه کاملا کافی شما همه خمیره رو کموار کردین بشقابه آرد پاش دادین بروش خمیره به انتقال میدین و بروش می رقم مسکت که شما آب کردین بروش میزنین و دوباره لایه دیگه خمیره میمونین و می ترتیب دیگه لایه خمیره تا ده یا هشت هر اندازه که مزاوله هایتان بود و خمیر شما هموار کرده بودین و مو اندازه شما که بالای دیگر گذاشته در بین شما مسکه بزنین و روغن نزنین که روغن قتلمه را خراب میکنه و خوب هموار نمیشه و خوبش نمیاد حتما به این در تهیه مسکه یا روغن جامد کسایی که در افغانستان زندگی میکنن، اگر به این مسکه دسترسی ندارن اینا میتونن از روغن های که در افغانستان است از استفاده کنند نورک آب کنند و در بین زی کا بمانند و ای رو باز ما مگذاریم که بر مدت ده یا پنج دقیقه دیگه دقیق دقیق استراحت کنه و مگذاریم تا استراحت کرد و بعد زو او رو دوباره امرای آشگز هموار میکنیم و خوب بیره کلان هموار میکنیم ببینین به این شکل که مدت تصویر نشان میتونم شما او رو امرای آشگست آیسته است هموار کنین و بعد خوب هموار شد از یک روی بدگر روی کنین خوب هموار شد او رو بازم دوینش بمانین و و روی یک طرف شلوتا کمک مسکه بزنین و بعد از اون کنین به شکل که تصویر میبینین ما چی رقم هم میکنم شما همی رقم این هموار کنین از این طرف به اون طرف به آسانی در میخوره و اگر اطرافش خراب میشه چی میشه هیچ کدام مشکل نیست لایش بسیار خوبش میه بخاطر خاطر در بین ما ماسکه ماندیم و ماسکه خراب نمیسازه بسیار لایه قشنگ و مقبول ازی پیدا میشه بازم باخری با دفع دفعه ما کما برای خمیر میزنم و ایره به این شکل ببینید ما به یک طرف لولا میکنم و بعضی که لولا شد یا کما شما دو طرف رو کش کنین که کما طولانی تر شود بازو امرای کارد یا چاقو هر چیز قابل دسترس است شما رو قطع کنین به می اندازه دو اینچ به دو اینچ رو قطع کنین و اطراف کاش ببینین به قسمت ده تانه ازو شما محکم کنین کی وقت که وقتی که سرخ میکنین جدا نشه هم از این به شکل جور میکنیم با فشار دست رو میمونیم کم کم هموارش میکنیم و میمونیم تا دوباره استراحت کنه برای مدت پنج دقیقه یا ده دقیقه دوباره استراحت میکنه و بازی که استراحت شد چون را امرای دست یا با فشار دست رو جور کنین یا امرای آشکه از هرچی قابل دسترس است چون شما خوش دارین و میشکل شما رو هموار کنین و در زمان شما باید روغند تانه داغ کنین روغن باید داغ باشه و ببینین خمیره رو به شکل مامانده و بازی میره کم کم همراه دست یا آشکست هموار میکنم روغن اول خوب داغ میشه بازی که روغن داغ شد هر تا به طرف متوسط بیارین به خاطر از اینکه اگر بسیار داغ باشه قدلما میسوزه و بینش خام میمونه حرارت باید متوسط باشه و در حرارت متوسط شما رو بر مدت 3 تا 5 دقیقه خوب از دو طرف سرخ میکنین از یک روی به دیگر میکنین تا ای خوب سرخ شود و همراه دو کفگیر یا هر چیز که قابل دسترس در شما ویره از یک روی بدگر روی کنین و بگذارین که خوب تلایی شده اما رنگش بسیار تیز نشه کم رنگ تلایی شده و باز شما او را از روغن میکشین ولی یک کمک رو بلند بگیرین برای یک دقیقه نوار که روغناش بریزه بازو شما او رو به یک ظرف انتقال میتین و از ظرف همشه میگذارین به ترتیب هم قدلمه ها سرخ میشه متوجه باشین که روغن قدلمه باید داغ نباشه روغنش باید متوسط باشه زمانی که در سرخ میکنین روغن باید زیاد باشه مقدارش اگر روغن کم باشه درست سرخ نمیشه بیتر از شما کمک روغن زیاد استفاده کنین ولی روغن میتونین شما دوباره به چیز دیگه کار بگیرین یعنی روغن تون نمیشه با این ترتیب همه ما سرخ میشه یک روی, روی میشه همشه بازم هم بالای کاغذ اگر بگذارید تا روغن های خوشا جذب کنه وقتی که از روغن رو میکشین. بالای کاغذ بگذارین ببینید به چی آسانی این قدلم ها درست شد و شما بوری میده را به شکل به تصویر میبینید من چی رقم پاش میتم شما به می شکل پاش بتین که روی شبه پوشانه مقدار بوره را که چقدر شما مندازین مربوط خود شماست و بازو برش پسته پاش بتین چهار اطرافش هیل پاش بتین که قدلم ما به می سادگی جور میشه به حد و خوبش هست ببینید چقدر آلی و خوبش آمده خدا کنه ای ترسته خوشتون بیا اگر خوشتون آمد لایک شیر س سابسکرایب و کامنت فراموش نکنید دوستای عزیز بسیار سخت نیست قطعا ما دور که گفته میشم بیا بسیار آسانی جور میشه بازم خدا کنه خوشتون بیاد حتما لایک سابسکرایب و کامنت کنین دوستای عزیز و تیار کنین و نظریاتتون رو به من بگوین که چی رقم اومده بود وقت خوش روزای خوش براتون دوستای عزیز میخوام